بله، سلام مجدد دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. امیدوارم که خب بر بنده ببخشید، چون که دیدم که یک خبر جدیدی منتشر شده، خواستم که در همین دقایق در خدمتتون باشم و اون رو فوری در قالب یک برنامه لایو عنوان بکنم. عادل فردوسی پور رسما اعلام کرد که بعد از اصرارهای زیادی که به او شده بود برای پذیرش گزارش‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، از گزارش مسابقات سر باز زده و ترجیح داده که صدای مردم شنیده بشه تا صدای گزارش های او. نکته دیگر این که داوود عابدی از گزارشگران ورزشی تلویزیون ایران که در شبکه خبر معمولا نقش آفرینی می کرد هم رسما استعفای خودش رو از سازمان صدا و سیما اعلام کرده و او از فعالیت در تلویزیون در این روزهای خاص کناره گرفته. داوود عابدی همسر المیرا شریفی مقدم از گویندگان شبکه خبر و از مجریانی است که همواره در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به عنوان یکی از پرسشگران برنامه در دیدار با او حضور داشت. البته خانم شریفی مقدم همچنان موضع‌گیری خاصی رو نداشتن و با توجه به نوع توییت هایی هم که ایشون میزنن گویی همچنان دلشون میخواد که فعالیتشون در سازمان صدا و سیما ادامه پیدا بکنه. روز گذشته یا یکی دو روز قبل بود که در قالب توییتی برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی آرزوی موفقیت کردن و هیچ نشانه ای مبنی بر این که ایشون هم مثل همسرشون آقای داوود عابدی کنارگیری خودشون رو از صدا و سیما اعلام بکنن فعلا در دست نیست. آنچه که مشهوده این هستش که به هر ترتیب فوتبالیستان تیم ملی کشورمون باید بدونن که عزت و اعتباری که در سالهای سال حضورشون در فوتبال ایران و در تیم ملی به دست آوردن اتفاقی نبوده که یک شبه به دست بیاد و نباید اجازه بدن یک شبه هم از دست بره. همچنان معتقدم که حضور تیم ملی ایران در جام جهانی بسیار مؤثر میتونه باشه، همونطور که از روز اول چنین اعتقادی داشتم. آرزوی پیروزی میکنم برای ملی پوشان کشورمون و در کنار همه اینها امیدوار هستم که ملی پوشان ایران هم دغدغه‌مندیشون رو در قالب یک اعتراض مدنی درست و دقیق به مخاطبین خودشون، به هموطنان خودشون، به هواداران خودشون نشان بدن تا شاهد یک اتفاق بی‌نظیر باشیم در یک سطح بین المللی، به ویژه در جام جهانی که خب قاعدتاً میدونیم چه برد رسانه‌ای بالایی داره. دلم می‌خواست این نکته رو هم در قالب یک لایو کوتاه خدمتتون عرض بکنم. در هر صورت انسانیت، اخلاق مداری و شرف چیزی نیست که بشه به کسی تزریقش کرد یا از فردی او رو گرفت. داوود عابدی همواره در آستانه جام جهانی با گزارش‌های میدانی خودش نقش تاثیرگذاری داشت و امروز روز هم می‌بینیم که ترجیح میده که در این دوره سخت، در این دوره بحرانی کنار مردم باشه و از صدا و سیما کناره‌گیری بکنه. به گفته خودش بیش از یک ماهه که خانه نشین شده، روزهای زیادی رو اشک میریزه و امیدوارم که روزی برسه که همه ما به درک درستی حتی از مدل اعتراض کردن برسیم. اعتراض هم بلدی میخواد و خوشحالم میبینم که به هر حال هستن افرادی که این بلدی رو دارن و میدونن که باید در کدام نقطه و در کجای تاریخ بایستن. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، این تایم کوتاه رو خواستم با شما شریک بشم و باهاتون این موضوع رو هم در میون بگذارم. خدا نگهدارتون و با امید دیدار.